در این مورد بیشتر بحث میکنم با مهمانم محمد باقر موسنی فعال سیاسی که اینجا در استیدیو با من حضور دارن بسیار خوش آمدین آقای محسینی خوب میدانین وزارت خارجه پاکستان از یک سو به تبل همکاری با جهان برای تامین و ثبات در افغانستان میکوبه و از طرف دیگه کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده وزارت خارجه پاکستان و به شکل جدی از او خواسته که رویداد روز گذشته در خیبر پاکستان را باید اونها تحقیق بکنن چه معنا این دوتا عمل بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود احترام به شما و همکاران شما تشکر. و همه بینندگان برنامه نیمه روز روابط پاکستان با افغانستان از دیر زمان به این بوده ولی متاسفانه پاکستان همواره با فشارها و گاه از ابزارهای مختلف روی اینکه که به اهداف سیاسی خود برسه استفاده کرده ما از زمان تحولات سیاسی که امارت اسلامی قدرت را به دست گرفت از اون زمان تا به حال را اگر ما مورد بررسی قرار بدیم بازی های متفاوت را پاکستان در افغانستان داشته باید. شما ببینید بعد از اینکه که پاک امارت اسلامی قدرت را به دست گرفت پیش از این که کابینه سرپرست اعلان شود عالیترین مقام استخباراتی پاکستان فیض حمید وارد افغانستان میشه برای که برای جهان نشان بده که افغانستان و سیاست افغانستان در دست پاکستان هست و هر کاری که در داخل افغانستان میشه هر عزل و نسبی که در داخل افغانستان میشه باید با رضایت پاکستان و بر اساس تمایلات پاکستان باشد و بعد از اون ما شاهدی بودیم که پاکستان شروع کردن به لابیگری برای امارت اسلامی در عرصه جهانی و بین الملی نشست را که در پاکستان برگزار کرد و به صورت واضح هم اعلان کرد که پاکستان در راستای بر شناسی امارت اسلامی تلاش میکنه در عرصه بین الملل اما از طرف دیگر یک سلسله خواسته های را از امارت اسلامی همواره داشتن که یکی از خواسته های مهم پاکستان ای بودن که امارت اسلامی باید همکاری کنه در مسئله مبارزه با توریزم و طالبان پاکستانی یا چی پی اه. که همواره امارت اسلامی رد کردن که در خاک افغانستان چنین افرادی یا توریزم وجود نداره مسئله دیگر پاکستان رو ما شاهدی بودیم که پاکستان از ابزارهای فشار بر افغانستان استفاده کردن به عنوان نمونه پاکستان همواره تلاش کردند که افغانستان را به عنوان لانه تروریزم در سازمان های بین الملی و در عرصه بین الملل معرفی کنه و, حالا و دلیل بر... دنبال میکنه من فکر میکنم این چند تا دلیل داره اولین دلیل اشی هست که پاکستان تلاشش بری هست که حکومتی که در افغانستان شکل میگیره همواره سیاست خارجیشان مطابق با امیال و خواسته های پاکستان باشه. باشد خصوصا در عرصه بین الملل و رقابای سیاسی و بین المللی خود پاکستان بلد. یک مثلا مثلا بحث نیاز داره ولی خوب شما گفتین که پاکستان همواره داره بازی دوگانه را در قبال افغانستان بازی میکنه و حالا ما مو سیاست را داره دنبال میکنه چی میخواه نیتش چی است من میخواستم را مطرح کنم مسئله دوم که این یک مسئله بود مسئله دومی را که پاکستان میخواهی است که پاکستان در طول چند سال متهم به این بودن که حکومت پاکستان از گروه های افراطی حمایت میکنه مالی. و خاک پاکستان محل پناهگاه و پرورش توریز گروه های افراطی در او خاک هستند و از گروه های به نحو حمایت میکنه پاکستان حال میخواد که همین اتهاماتی که بر پاکستان وارد هست ایره به دوش افغانستان بگذاره به همین لحاظ هست که پاکستان تلاش میکنه با تحت فشار قرار دادن افغانستان و از طرف دیگر چنین با استفاده از چنین ابزارها به اهداف سیاسی خود برسه مسئله دیگر چند تنش دیگر هم محورهای تنش بین افغانستان پاکستان بوده یک مسئله مرز بوده بین افغانستان پاکستان یک از محورهای مهم تنش بوده مسئله دوم تفوق خواهی پاکستان در طول تاریخ روابط سیاسی افغانستان با پاکستان یک از محورهای تنش بوده به این معنا پاکستان همواره خواهانی بوده که در داخل افغانستان یک حکومت ضعیف شکل بگیره و این حکومت ضعیف همواره مطابق خواست پاکستان در داخل افغانستان و در سیاست خارجی خود باشه ولی آنچه که آقای مجاهید به صحبتهای خود اشاره میکنه که افغانستان خواهان تعاملات سیاسی با پاکستان و با تمام کشورها هستن یک گبی بسیار نیک هست اما یک نکته باید ما مورد نظر و مورد بحث قرار بدیم ای هست که در شرایط فعلی با توجه به نظم بین الملل و رقابت هایی که بین کشورهای مختلف در سطح منطقه و جهان وجود داره برقراری روابط سیاسی و توازن سیاسی در روابط خارجی و سیاست خارجی بسیار یک کار سخت و دشوار هست بینو بر برای این میخوایم تکمیل کنم بعد برای این بس, که بس مشخص بالای پاکستان است بس کلانتر از این نشب آقای محسنی خب چرا فکر میکنین پاکستان دلیل ناکامی های امنیتی شب در افغانستان جستجو میکنن حالا میدانین که کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را در واکنش به حمله روز گذشته احضار کرد و به شکل هشدارامیز از او خواسته های را هم مطرح کرده مسئله که ناامنی هایی که در پاکستان بوده از جمله در صحبت وزیر خارجه موقت پاکستان هم مطرح شده که ثبات دائمی در داخل افغانستان می و ناامنی هایی که در پاکستان بوده اولا یکی حکومت ها معمولا ضعف خود را ناتوانی های خود را بیشتر توجه میکنه و برای از یکی افکار عمومی را در داخل کشور خود مدیریت کنه و به نحو افکار عمومی را به طرف جای دیگر بیشتری به جلب توجه کنه کوشش میکنه که بعضی بحانه ها و بعضی موضوعات دیگر مطرح کنه اما چقدر مسئله دیگر در اما من افغانستان. میخواستم امی موضوع رو مطرح کنم اما این که پاکستان میگه که در داخل افغانستان توریسم وجود داره و رشد کرده در زمان امارت اسلامی بر مبنای قوانین بین الدول باید چند کار صورت بگیره اولا اینکه هر کشوری که ادعا میکنه خصوصا پاکستان که در داخل افغانستان تروریسم و حتی تی تی پی در داخل افغانستان هست باید با اسناد معتبر و اسناد شواهد به امارت اسلامی پیشکش کنه که در کجا و با چه مشخصات تروریسم در داخل افغانستان هست بر اساس قوانین و عرف بین المللی چنین هست و از طرف دیگر امارت اسلامی بر اساس مسئولیت بین المللی دولت ها مسئولیت بین المللی که داره مطابق همون اسناد و شواهدی را که ارائه میکنه پاکستان و هر کشوری که ادعا میکنه ده. باید اقدامات عملی از خود نشان بده و مبارزه کنه با او در صورتی که کوتاهی کنه بر اساس مسئولیت بین الملل دولت ها پاکستان حق داره افغانستان را تحت فشار قرار بده که ما اسناد شواهد ارائه کردیم ولی چنین کار شما نکردیم ولی متاسفانه تا هنوز تا هنوز امیر میخواستم بگم تا هنوز بله، 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 یک چونین پاکستان چیزی وجود نداره امارات اسلامی بسیار میخواستم. بسیار به صراحت میگه ولی که خوب درست است خوب است تکرار نشه امارات اسلامی فکر میکنین چه سیاست باید در قبال پاکستان در پیش بگیره تا خوب از آن چه سیاست دوگانه که بازی میکنه از از عهده سیاست برایه من فکر میکنم کشور در سیاست خارجی خود قوی و تاثیرگذار هست که چند فاکتور را در داخل در نظر بگیره اولا که کوشش کنه که یک نظام مقتدر مبتنی بر پایه های مردمی و رضایت مردمی در داخل افغانستان شکل بگیره حاکمیت قانون در داخل افغانستان شکل بگیره و رشد اقتصادی در داخل افغانستان و از طرف دیگر هماهنگی و انسجام داخلی زمانی که چنین نظام در داخل شکل گرفت و رشد اقتصادی در داخل افغانستان بود او زمان یک کشور در سیاست خارجی خود میتونه توازن برقرار کنه اما در صورتی که مشکلات داخلی وجود داشته باشد یقینا یک سیاست قوی و تاثیرگذار در بیرون از کشور هم نخواهد داشت و خواست ما و همه مردم افغانستان از امارت اسلامی هست که باید به با این سلسله فاکتورهایی که در یک نظامداری مدرن و تاثیرگذار مدرن باید مثلا توجه کنه که در داخل افغانستان یک نظام قوی شکل بگیره مثلا در افغانستان یک نظام قوی مبتنی بر شایسته سالاری و گرایی باشد در صورت شرایطی که چونین باشد ما در بود امنیتی قوی خواهیم شد و به لحاظ اقتصادی رشد خواهیم کرد و از طرف دیگه اگر مطابق با میارهای جهانی مثلا قوانین و میارهای بین المللی ما یک ساختار بسازیم یقینا ما در عرص بین الملل یک دستاورد خوبی داریم بحث مشروعیت داخلی و بین المللی هم امارت اسلامی رو کمک میکنه که در سیاست خارجی خود قوی باشد ولی آنچه که پیشتر هم متاکید کردم باز هم هم تاکید میکنم نعم. که با توجه به نظم بین الملل و شرایط فعلی برقراری توازن روابط سیاسی با کشورها بسیار کار سخت و دشوار هست نعم. شما ببینید مثلا رقابت هایی که بین کشورها هست رقابتی که بین هند و پاکستان هست به عنوان نمونه نعم. پاکستان همواره خواستشان و این هست که سیاست خارجی افغانستان بیشتر بر اساس خواست پاکستان باشد مثلا روابط با هند نداشته باشد یا اگر داشته باشد به با او سخت نباشد که در افغانستان نفوذ کنه و از طرف دیگر ما مثلا رقابت های دیگر مثل آمریکا و ایران و بعضی کشورهای دیگر اگر میبینیم اینو تا رقابت های منطقوی و جهانی بسیار در تعاملات سیاسی مشکل ایجاد میکنه و بسیار سخت و دشوار هست بله. که یک توازن ایجاد شود ولی بله خوب شما وضعیت امارات اسلامی را میبینین که خب عملا شما را از کشورها تعامل نداره با امارات اسلامی سفارت ها را ندادن و او توازن هم که شما میگین او حفظ نیست از طرف او کشورها فکر نمیکنین این بازی را سخت تر میسازن دقیقا من پیشتر هم اشاره کردم بحث مشروعیت بین المللی و مسئله دیگر امارت اسلامی مشکلشان به همی برمیگرده که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده در سازمان های بین المللی امروز نمایندگان افغانستان و خصوصا امارت اسلامی حضور نداره شما شاهد بودین که چند بار نماینده, پاکستان وزیر خارج مقامات پاکستان در سازمان های بین المللی ادعا کردن که توریسم در افغانستان رشد کرده و از طرف دیگر نماینده افغانستان در او سازمان های بین المللی نیست اولا و دو E vale. aqui? وقتی یک کشور ادعا میکنه که توریسم هست، توریسم رشد کرده، لانه توریسم هست، یک ضربه حیثیتی به کشور هست. و اگر یک ساختار نظام قوی، یک حکومت قوی باشد، باید خواهان اعاده حیثیت شود یا اسناد ارائه کنه یا اسناد شو... شواهد یا اعاده حیثیت کنه که حتی از طریق درست. دادگاه های بین هم میتونه که این کار را انجام بده. میکنه با اینکه سند را نمیکنه، حتی شهروندان خود پاکستان هم به حرف های شان باور ندارند شما حتما دنبال میکنین رسانه های پاکستانی ره پس از انفجاری که در خیبر پشتونخوا شده و تلفاتی که وارد شده به نیروهای امنیتی و کشور مسئول اصلی خود حکومت پاکستان را میدانند شهروندا و میگه خوب به خاطر از اینکه بار مسئولیت از سرشانهایش پس شوم یا یک چونی ندا من بیشتر اشاره کردم به این موضوع که پاکستان همواره افغانستان رو متهم میکنه دلیلش هست که کوشش میکنه مسئولیت ها را از دوش خود به دوش دیگران بیاندازه اولا دلی. و دوما که افکار عمومی را متوجه کنه به طرف افغانستان مسئله سوم یک نکته خیلی دلی. مورد توجه هست است که پاکستان همواره از گراه های افراتی و گراه های اسلامگرا حمایت کرده و این در حقیقت یک چالش برای کشورهای منطقه هم بوده برای خود پاکستان هم است اما ضرب المثلی که میگه چاکن خودش در چا هست این نتیجه همون مسئله هست پاکستان حمایت کرده امروز ممکن است که امون گراه ها یک دردسر و یک چالش برای سیاست خود پاکستان باشد اما نکته ای که شما اشاره کردین که شهروندان آره شهروندان عادی پاکستان هیچ برخی تحلیلگران سیاسی پا پاکستان حتی خود دولت را مسئول میدانه بله بله. و ضعف حکومت میدانه ها و درست. حوادث امنیتی که در اونجا رخ میده اگه بس را جمع بکنیم آقای محسنی شما خوب قسمی که گفتین پاکستان یک کشور نشسته در کمین بر افغانستان است و خب تنها فرصت میپاله بر از که چطور ضربه بزنه حکومت حاکم در افغانستان را تاریخ هم ثابت ساخته حالا اگر امارت اسلامی تدابیری که شما به او اشاره داشتین ایجاد حکومت قوی قانونمند شدن مشروعیت داخلی تا زمینه بر رسمیت شناسی مساعد شد ای راه را نپیمایه فکر میکنین عواقب بر مردم افغانستان چه خواهد بود؟ من فکر میکنم عواقب بسیار خطرناک داره در صورتی که امارت اسلامی به یک سلسله شاخصه ها و فاکتورهای یک نظام مدرن تن ندید <تصفح> اول اینکه که در کشور امنیت و صبات در معرض تهدید است که اول که میزان فقر بالا باشد و دومی که نارضایتی مردم از حکومت در اونجا باشد مسئله ای که یک قانون مدون در اونجا نباشد و از طرف دیگر فشارهایی که بر مردم باشد اینا بستر را فراهم میکنه برای رشد گروه که از وضعیت بد مردم استفاده میکنه بنابر این امارت اسلامی باید توجه کنه که برای این که هم در عرصه جهانی به رسمیت شناخته شود و هم در افغانستان یک نظام مقتدر به وجود بیاید باید به با مردم مراجعه کنه بر مبنای قانون یک نظام بی بسیار قوی مشروع را تشکیل بده و باید تعامل با همه جهان و حتی با پاکستان داشته باشه چون پاکستان همسایه ما است ما اقتصادی سیاسی بیشتر سپاسگزار. با پاکستان داریم تشکر محمد باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی سپاسگزار حضورتان در برنامه